در طول تاریخ ایران زمین شاهد ظهور سردارانی بوده که نه تنها میدانهای نبرد را به لرزه درآوردند، بلکه با هوش و ذکاوت خود سرنوشت امپراتوری ها را تغییر دادند. با ما همراه باشید تا با 10 سردار بزرگ تاریخ ایران آشنا شوید. شاید آنچه از تاریخ می دانید تنها نیمی از حقیقت باشد. سردار بهمن جادویه. بهمن جادویه در پایان دوران ساسانی و در طی حمله اعراب به ایران فرمانده سپاه ایران در منطقه عراق بود. نام او بیشتر به خاطر فرماندهی در جنگ پل میان ایران و اعراب بود است که به پیروزی ایرانیان منجر شد. در سال 634 میلادی بهمن جادویی از سوی رستم فرخزاد از تیسفون به همراه سپاه و فیلان جنگی به سواد فرستاده شد. از آن سوی ابو عبید مسعود ثقفی با لشکر خیش از روی پلی که بر روی رود فرات بود گذشت و در طی جنگی سخت با ابو عبیده با حدود 4000 نفر از لشکریانش در این جنگ که جنگ پل نامیده می شود کشته شدند و گروه باقی مانده فرار کردند. بهمن جادویی می خواست تا فراریان را دنبال کند، لکن خبر رسید که در تیسفون شورش رخ داده است. از این رو بهمن راه تیسفون را در پیش گرفت. بر اساس گفته هایی پس از این شکست سنگین، عمر ابن خطاب تا یک سال دیگر نام عراق را نمی آورد. در سال 637 میلادی در جنگ قادسیه در روز دوم لشکر کمکی اعراب که از شام رسیده بود وارد میدان شد و نبردهای تن به تن بین پهلوانان دو سپاه صورت گرفت. هنگام مبارزه 3 نفر از سرداران ایرانی که بهمن جادویی هم یکی از آنان بود کشته شدند. نادرشاه افشار، آخرین فاتح شرق و بزرگترین سردار تاریخ ایران، نادرشاه افشار پادشاه ایران و بنیانگذار دودمان افشاری است. او از مشهورترین پادشاهان ایران پس از اسلام است و بسیاری از مورخین او را قدرتمندترین پادشاه ایرانی بعد از اسلام می دانند که سرکوب افغانها و بیرون راندن عثمانیها و روسیه از کشور و تجدید استقلال ایران و نیز فتح هندوستان و ترکستان و جنگ های پیروزمندانه او سبب شهرت بسیارش گشت. به او در اروپا لقب آخرین جهانگشای شرق دادند. نادرشاه فقط 12 سال حکومت کرد، اما در این مدت افغانها را از شرق، روسها را از شمال و عثمانیها را از غرب کشور بیرون راند و از تجزیه ایران جلوگیری کرد. نیروی دریایی را ایجاد کرد و بار دیگر ایران یک پارچه قدرتمند را زنده کرد. بهرام چوبین. بهرام چوبین که به علت بلندی قد و عضلانی بودن اندام به چوبین یعنی مانند چوب معروف است، در شهر ری به دنیا آمد. وی در دوران ساسانیان از بهترین افسران ارتش امپراتوری ایران محسوب می شد. بهرام از میان ارتش 500,000 نفری ایران 12,000 مرد جنگجو و با تجربه 30 تا 40 ساله را برگزید که ورزیده تر بودند و میهندوستی آنان قبلاً به اثبات رسیده و بیش از دیگران قادر به تحمل سختی بودند و در جنگ سوار و پیاده تجربه داشتند. بهرام در جنگ با خاقان از سلاح تازه‌ای که در آن نفت خام به کار رفته بود استفاده کرد که در تاریخ نظامی جهان از او به عنوان یک نابغه نظامی نام بردند. خاقان که انتظار حمله مستقیم به مقر خود را نداشت، دست به فرار زد و کشته شد. سپاه بزرگ او متلاشی شد و پسر وی نیز به اسارت درآمد و جنگ فقط 1 روز طول کشید که از شگفتی‌های تاریخ است. سرگذشت بهرام چوبین و دلاوری‌های او در جنگ‌ها به تدریج وارد قلمرو حماسه سرایی شد و قهرمانی‌های او در شاهنامه با پهلوانان بزرگ ایران مقایسه می‌شد. فردوسی در شاهنامه از جنگ‌های بهرام چوبین حماسه ساخت و برای به تصویر کشیدن اهمیت دلاوری‌های او 7 خانی چون 7 خان رستم برای او طراحی کرد. او شرح حال بهرام چوبین در شاهنامه را به سبک حماسه های پهلوانی سرود و شخصیت بهرام را مانند رستم جهان پهلوان شاهنامه به قهرمانی شکست ناپذیر
تبدیل کرد که در دلاوری و مهارت‌های جنگی تنها از رستم پایین‌تر است. هارپاک سردار آستیاک پادشاه ماد در سده 6 پیش از میلاد بود. او از سوی آستیاک مأمور شد تا نوه دختری وی کوروش دوم که خردسال بود را بکشد، ولی او که می‌دانست اگر چنین کند ماندانا مادر کوروش او را رها نخواهد نمود و اگر این کارا نکند پادشاه او را شکنجه می‌نماید، پس بران شد تا این مأموریت را به چوپانی بسپارد تا خود این کار را انجام نداده باشد و پس از آن چوپان کودک را نکشت. در آینده پادشاه فرزند هارپاگ را از برای این کوتاهی کشت و از آن خورشتی درست کرد و به هارپاگ خوراند. هارپاگ از برای این سنگدلی پادشاه از وی کینه به دل گرفت و در آینده به کوروش کمک کرد تا امپراتوری مادها را از بین ببرد. هارپاگ از فرماندهان حکومت ماد بود که به حمایت از کوروش پرداخت و سپاه خود را تسلیم کوروش کرد. بسیاری از افراد سپاه ماد بنا به توصیه او به سپاه پارس پیوستند و نیروی بزرگ و مقتدر به وجود آمد که مایه هراس همسایگان ایران شد. سپاه کوروش چون نیرو گرفت، همسایگان ایران به وحشت افتادند و از این همسایگان دولت لیدی و بابل بیشتر از دیگران وحشت زده شدند. در یکی از جنگ ها سپاه لیدی ها که به سوار نظام خود متکی بودند، دشتی را برای جنگ برگزیدند تا بهتر بتوانند بجنگند و کوروش چون این سوار نظام را دید نگران شد و هارپاک به او گفت اسب از شتر می هراسد و دستور داد شترهایی را که بار سپاه کوروش را می بردند بیاورند و سربازان را سوار بر شترها کرد و فرمان پیشروی داد و در نتیجه اسبهای لیدیایی از شترها ترسیدند و گریختند. هارپاگ همچنین به فرمان کوروش به آسیای صغیر فرستاده شد و از او به عنوان فرمانده سرزمین‌های ساحلی یاد شده است. سردار رئیس علی دلواری. رئیس علی دلواری در سال 1261 هجری شمسی در روستای دلوار از توابع تنگستان متولد شد. دوران جوانی او همزمان با حضور گسترده استعمار انگلیس در خلیج فارس بود. وی نقش کلیدی در قیام جنوب داشت. قیام مردم تنگستان به رهبری وی روی هم 7 سال طول کشید و در این مدت دلیران تنگستانی 2 هدف عمده را دنبال می کردند. پاسداری از بوشهر و دشتستان و تنگستان به عنوان منطقه سکونت خود و جلوگیری از حرکت قوای بیگانه به درون مرزهای ایران و دفاع از استقلال وطن. در آغاز جنگ جهانی اول قوای روس از شمال و نیروهای انگلستان از جنوب ایران را در معرض هجوم قرار دادند. رئیس علی آمادگی خود را برای دفاع از بوشهر و جلوگیری از پیشروی نیروهای انگلیسی اعلام داشت. قیام دلیران تنگستان علیه اشغالگران آغاز شد و نیروهای متجاوز انگلیسی که قریب به 5000 نفر بودند در دام دلیر مردان تنگستانی گرفتار آمدند و عده زیادی از متجاوزان انگلیسی در این حمله کشته شدند. انگلیسی ها مجبور شدند نیروهای کمکی از عراق و هند به بوشهر اعزام کنند و دلوار را به شدت بمباران کردند. جنگ میان دلیران تنگستان به رهبری رئیس علی دلواری در کنار 300 تفنگدار برازجانی به رهبری قزنفر و سلطنه برازجانی از یک سو و نیروهای بریتانیا و خانهای متحد آنان از سوی دیگر به طور پیاپی و پراکنده تا شهریور 1294 خورشیدی ادامه یافت و انگلیسی ها نتوانستند بر رئیس علی و یارانش برتری یابند. سرانجام رئیس علی در هنگام شبیخون به قوای بریتانیا توسط فردی نفوذی از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت و در سن 33 سالگی کشته شد. سردار پیروز نهاوندی. پیروز سرباز گمنام و بنامی است که برای نجات ایران با اعراب مهاجم جنگید و سمبل مقاومت مردم ایران در مقابل اعراب مهاجم است. در جنگی که به سقوط تیسفون منجر شد به دست اعراب اسیر شد و به عنوان برده فروخته شد. آنگونه که در منابع گفته شده پیروز کسی بود که عمر ابن خطاب خلیفه مسلمین و کسی را که به ایران لشکر کشید را کشت. قبل از دیدن ادامه ویدیو ممنون میشم اگر کانال ما براتون مفید بوده با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت کنید. اینجا کافه دانایی و به نوعی انتقام ایرانیان را گرفت.
پیروز دختری داشت که گویا مروارید نام داشت و از آنجا که در زبان عربی به مروارید لولو میگویند، به پیروز ابو لولو یا پدر مروارید گفته میشد. پیروز نهاوندی که تا آن زمان همچنان پایبند با آیین نیاکان بود، در یک فرصت مناسب عمر خلیفه اعراب را که دستور تجاوز به خاک پاک ایران را صادر کرده بود را به خونخواهی یزدگرد سوم، رستم فرخزاد و زنان و دختران ایرانی که توسط اعراب متجاوز به بردگی گرفته شده بودند با خنجری دودم از پای درآورد. سردار سلطان جلال الدین خوارزمشاه. در زمان حمله مغولان به ایران، سلطان جلال الدین خوارزمشاه در برابر مغولان وحشی قد برافراشت و چندین جنگ بین سلطان جلال الدین و مغولان در گرفت. پس از جنگ پروان که با شکست سنگین مغولان پایان یافته بود، چنگیز خان مغول خود وارد جنگ شد. در گذرگاهی به نام نیلاب در رود سند دو سپاه به هم رسیدند. چنگیز گذرگاه را بست، جلال الدین از یک سو رودخانه خروشان و از سوی دیگر دشتی پهناور پر از مغولان وحشی را پیش روی خود می دید. با این وجود امید خود را از دست نداد و وارد کارزار شد. در ابتدا پیروزی با سلطان بود، اما 10,000 نفر از افراد زبده لشکر مغول که کمین کرده بودند حمله کردند و چیدمان سپاه ایران را برهم زدند و سپاه سلطان جلال الدین یک پارچگی خود را از دست داد. گروهی کشته شدند و گروهی خود را به آب زدند و فرو رفتند. جنگ هر دم سخت‌تر می‌شد. مادر، همسر و کنیزان سلطان از او خواستند تا آنها را به آب بیاندازد تا به دست مغولان نیفتند و سلطان ناچار چنین کرد. در انتهای نبرد او از ارتفاع 10 متری اسب خیش را در آب انداخت و مغولان در صدد تعقیب او برآمدند، ولی با ممانعت چنگیز خان روبرو شدند، چرا که او می‌خواست نحوه عبور جلال الدین از رود سند را مشاهده کند. جلال الدین با یک شمشیر و نیزه و سپر از رود سند گذشت. جلال الدین در نهایت بعد از مدت‌ها تعقیب و گریز و مقاومت در برابر مغولان توسط عده‌ای که از پیش کینه او را در دل داشتند دستگیر و کشته می‌شود. با این وجود پایداری سرسختانه جلال الدین در برابر مغول‌ها پس از مرگ او نیز در میان مردم باقی ماند، چرا که او آخرین امید مردم علیه توحش چنگیز خان مغول بود. هر از چند گاهی کسی پیدا می‌شد و خود را به دروغ جلال الدین خوارزمشاه معرفی می‌کرد و صرف خبر پیدا شدن دوباره جلال الدین امید و شادی در میان مردم ایجاد می‌کرد. سردار رستم فرخزاد. رستم فرخزاد فرمان روای خراسان، فرزند سپهبد فرخ هرمز، سردار نامدار و کاردان و دلیر پایان دوره ساسانیان بود. در سال 636 میلادی از سوی شاهنشاه ایران یزدگرد سوم مأمور جمع‌آوری سپاه و جنگ برای بیرون راندن اعراب شد. سپاهیان او به فرماندهی بهمن جادویه با اعراب جنگیدند. در این جنگ، یعنی جنگ پل، اعراب شکست خوردند و متواری شدند. یک سال پس از این شکست، عمر ابن خطاب خلیفه اعراب سپاه دیگری برای حمله به ایران تدارک دید و فرماندهی آن را به سعد ابن ابی وقاص سپرد و برای مقابله با یورش اعراب بار دیگر رستم فرخزاد به فرماندهی سپاهیان ایران برگزیده شد و خود شخصا فرماندهی کل نیروی لشکری را بر عهده گرفت و پرچم ایران را در برابر خود قرار داد. دو سپاه در قادسیه در برابر هم سفارایی کردند. این جنگ که جنگ قادسیه نام دارد 4 روز به درازا کشید و با وجود برتری ایرانیان در روز نخست به سبب ورود نیروهای کمکی سوری به سپاه اعراب در روز سوم و برخاستن طوفان شن به سمت نیروهای ایران، جنگ برای سپاه ایران سخت شد. رستم در صحنه جنگ از پا افتاد و جنگ در روز 4 به سود اعراب پایان گرفت و درفش کاویانی به دست تازیان افتاد. هنگامی که تن رستم را یافتند، جای 100 ضرب شمشیر و نیزه بر تنش بود. سردار سورنا. سورنا یکی از سرداران بزرگ و نامدار تاریخ در زمان اشکانیان است که سپاه ایران را در نخستین جنگ با رومیان فرماندهی کرد
و رومی ها را که تا آن زمان در همه جا پیروز بودند برای اولین بار با شکستی سخت و تاریخی روبرو ساخت. کراسوس فرمان روای بخش شرقی کشور روم آن زمان یعنی شام بود و برای گسترش دولت روم در آسیا قصد حمله به ایران و هند را داشت. کراسوس با سپاهی مرکب از 42,000 نفر از لژیون‌های ورزیده روم که خود فرماندهی آنان را بر عهده داشت به سوی ایران روانه شد. پادشاه اشکانی سورنا سردار نامی ایران را مأمور جنگ با کراسوس و دفع یورش رومی‌ها کرد. نبرد میان دو کشور در سال 53 پیش از میلاد در جلگه‌های میان رودان و در نزدیکی شهر حران روی داد. در جنگ حران سورنا با یک نقشه نظامی ماهرانه و به یاری سواران پارتی که تیراندازان چیره دستی بودند توانست 1/3 سپاه روم را نابود و اسیر کند. جنگ حران که نخستین جنگ بین ایران و روم به شمار می رود دارای اهمیت بسیار در تاریخ است، زیرا رومی ها پس از پیروزی های پی در پی برای اولین بار در جنگ شکست بزرگی خوردند و این شکست به قدرت آنان در دنیای آن روز سایه افکند و نام ایران را بار دیگر در جهان پرآوازه کرد و نام شاهنشاهی اشکانی را جاودانه ساخت. سردار آریوبرزن. آریوبرزن یکی از سرداران بزرگ تاریخ ایران است که در برابر یورش اسکندر مقدونی به ایران زمین دلیرانه از سرزمین خود پاسداری کرد و در این راه جان باخت و حماسه دربند پارس یا دروازه پارس را از خود در تاریخ به یادگار گذاشت. در جنگ دربند پارس آخرین پاسداران ایران با شماری اندک به فرماندهی آریوبرزن در برابر سپاهیان پرشمار اسکندر دلاورانه دفاع کردند و سپاهیان مقدونی را ناچار به عقب نشینی نمودند. آریوبرزن با 40 سوار و 5,000 پیاده و وارد کردن تلفات سنگین به دشمن خط محاصره را شکست و برای یاری به پایتخت به سوی پارس شتافت. ولی سپاهیانی که به دستور اسکندر از راه جلگه به طرف پارس رفته بودند پیش از رسیدن او به تخت جمشید دست یافته بودند. آریوبرزن با وجود واژگونی پایتخت و در حالی که سخت در تعقیب سپاهیان دشمن بود حاضر به تسلیم نشد و آنقدر در پیکار با دشمن پافشاری کرد تا گذشته از خود او همه یارانش از پای در افتادند و جنگ هنگامی به پایان رسید که آخرین سرباز پارسی زیر فرمان آریوبرزن به خاک افتاده بود. این سرداران و نامداران ایرانی تنها بخش کوچکی از سرداران بلند آوازه کشور ما هستند که تا پای جانشان برای دفاع از میهن تلاش کردند و نام آنها در تاریخ بلند آوازه ایران ماندگار خواهد ماند. در پایان میتوان گفت قهرمانان نه تاریخ تولد دارند نه تاریخ مرگ. قهرمانان همیشه در دل مردمانشان زنده هستند.